به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان محترم برنامه رمضان ماه تغییر. امیدوار هستم در هر جای دنیا هستید خوش و خرم و سرحال باشید. مهمان برنامه ما جناب استاد محترم صبغت الله وثیق با ما هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب استاد محترم، خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام. من هم سلام خود را خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم شما تقدیم میکنم. امیدوارم که همه جور صحت مند سلامت باشید. تشکر استاد محترم. استاد، خانم هایی که حضور شرعی دارن چطور میتونن در ماه مبارک رمضان از فضایل رمضان و شب قدر برهمن شن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قال نبی صلی الله علیه و سلم، عن عایشه رضی الله تعالی عنها قال کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر شد مئزره و احیا لیله و ایقظ اهله. الحدیث کما قال النبی صلی الله علیه و سلم. سوال خیلی خوبی هست که و بسیار از خواهرها زیادتر بیشتر میپرسن، این که ماه مبارک رمضان فرا میرسه و مشکل شرعی و عذر شرعی از اینها هم فرا میرسه، اونها یک نوع ناامیدی میکنن، این که ماه مبارک رمضان بسیار یک چانسی بزرگی هست و فکر میکنن که این چانسی بزرگ را از دست دادن، در حالی که این طور نیست. حدیثی را که خدمتان تلاوت کردم، حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که وقتی که ده اخیر ماه مبارک رمضان فرا می رسید، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم کمر خود را می بست و از خانمای خود دوری می کرد و شب را خودش زنده داری می کرد و فامیل خود را هم بیدار می کرد. در ارتباط از اینکه و احیا لیله و شب زنده داری می کرد، البته مفسرین و محدثین نظریات مختلفی دارند. ابن حجر عسقلانی رحمه الله میگه که احیا لیله یعنی شب زنده داری میکرد، یا شب زنده داری کردن با طاعت و عبادت پروردگار است، با طاعت و عبادت پروردگار است. امام نووی رحمه الله میفرماید که احیا لیله یعنی با تلاوت قرآن کریم، با دعا، با ذکر و اذکار. بنابراین خانمی که در ماه مبارک رمضان و در شبهای قدر عادت ماهواره است، چند کار باید بکنه. اول این قرآن کریم را تلاوت بکنه. اگرچه خانمی که عادت ماهوار داره یا عذر شرعی داره، نماز خوانده نمیتونه، روزه گرفتن نمیتونه، تلاوت کردن نمیتونه، اعتکاف نشسته نمیتونه، اما این میتونه که تلاوت بکنه، البته بدون لمس مصحف. یعنی اگر از حفظ یاد داشته باشه میتونه که قرآن کریم تلاوت بکنه و همچنان در موبایل خود قرآن کریم یا به حساب ما سافت قرآن کریم باشه و یا در کامپیوترش باشه، میتونه که تلاوت بکنه یا میتونه قرآن کریم را بشنوه. و دومی که این میتونه که مثلا تسبیحات، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، دیگه تسبیحات را زیادتر و بیشتر تکرار بکنه و بگویه. و سومی که میتونه که استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، در ارتباط فضیلت از استغفار پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی را روزانه 100 بار بگوید، اگر گناه های از اون مورد قفی دریا باشه بخشیده میشه. و همچنان میتونه که دعا بکنه، که دعا خصوصا در این ماه و در شبه های قدر، خصوصا دعا کردن، دعا بکنه، در حال دعا در حق خودش، در حق فامیل خود، در حق همه مسلمان ها دعا بکنه، ان شاء الله که دعای از این پذیرفته میشه، قبول میشه. یعنی خواهر ما هیچ وقت مایوس نشوه که در ماه مبارک رمضان، یعنی تنها اگرچه نماز خواندن در شبهای رمضان و در شبهای قدر خیلی فضیلت داره، خیلی فضیلت داره، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه که من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبی. کسی ماه مبارک رمضان را شب را از روی ایمانداریش و از روی ازی که ثوابی را کمایی بکنه، شب زنده داری میکنه، قیام اللیل میکنه، گناه های از او بخشیده میشه. اما چون این خانم عذر شرعی داره، یعنی ای از دست خودش نبوده، بلکه یک عذری است که الله سبحانه وتعالی در دخترای آدم علیه السلام را گذاشته، که هیچ خانمی از این البته خالی نیست. بنابراین در ارتباط این کارها را انجام بده، الله متعال ثواب رمضان را برش نصیب میگردانه و میتونه که شبهای قدر را هم دریافت کنه. تشکر استاد محترم. استاد، سوال یکی از خواهران مایی بود که من 16 ساله هستم و در سن 13 سالگی من جوان شدیم. از سن 13 سالگی تا 16 سالگی من روزه نگرفتیم، حال باید چی کار کنم؟ در ارتباط روزه، یعنی امو معیارش سن مکلفیت یا سن بسیار تکلیف است. وقتی که خانمی که جوان میشه، که امو البته عذر شرعی از او آغاز میشه، روزه بلای از او فرض است و این مسئولیتش است که باید روزی خود را بگیره. و همچنان اینجا مسئولیت امو مادرش
که باید به دختری خود یا به حساب پدرش مسئولیت به حساب ما فامیل است که باید برای دختری خود باید میفهموندن که وقتی تو جوان شدی باید روزه بگیری. بیرون این خواهر ما که در سن 13 سالگی جوان شده و حالا سن 16 ساله شده امسال روزه را شروع کرده و از 2 سال روزه نگرفته، 3 سال بلکه روزه نگرفته، بیرون این خواهر ما چند کار بکنه. اولی که همین 3 سالی را که به حساب روزه نگرفته این 3 ماه را قضایش بیاره. در پلوی قضایی باید توبه هم بکنه، چون که ای باید که پرسون میکرد از کسی و از کسی پرسون میکرد و ای پرسون نکرده گناهگار شده توبه بکنه. در پلوی توبه یعنی باید قضایی شبیره. بدون توبه بدون قضایی گردن از این در ارتباط از این روزهایی که از پیش مونده خلاص نمیشه یا از پیش ساقط نمیشه. استاد اگر توانایش نداشته باشه، یعنی مریض باشه، بالش هم لبه، بعضی از دخترها هستن استاد مشکل می داشته باشن؟ اگر در صورتی که مریض باشه، خب مریضی هم دو قسم است، یکی مریضی به حساب مزمن و دوام دار است، یکی موقتی است. مریضی موقتی که انشالله شفایاب شد، صحتمند شد، قضای شب بیاره. اگر در صورتی که مرض بسیار دوام دار بود، این باز اما فدیه از را بکرده. اگر فدیه شنه کنست؟ اگر فدیه شنه دانست، نه کسی باشه در خانه که به حساب از جمله نزدیکان باید او بپردازه. اگر ایش کس نبود، توبه بکنه، الله تعالی ذات بخشنده و میرمان. تشکر استاد محترم. استاد سوال دیگه ما بازم گفتن استاد، بعضی از خانم ها هستن که به خاطر گرفتن ماه مبارک رمضان که پوره ماه مبارک رمضان سیروز بگیرن، از دواها و قرص ها استفاده میکنن، آیا درست است یا خیر؟ در ارتباط ای که بعضی از خواهرها، بعضی از خانم ها اینها به خاطر از اینکه روزه ماه مبارک رمضان را مکمل بگیرن از فیوز و برکات ازی مستفید شوند، و یا هم خواهرایی که به مناسک حج میروند و حج میروند از این قرص ها استفاده میکنند تا اینکه اونها هم مراسم مناسک حج را به صورت درستش انجام بدن، یعنی در جریان مناسک عذر شرعیشون آغاز نشوه، از این قرص ها استفاده میکنند. در ارتباط دیدگاه علمایی است که جواز داره، جایز است، چون که هدفی از این نیت از این نیک است، جواز دارد، جایز است. اما توصیه همه علما دانشمندان اسلامی به این است که از این قرصها استفاده نکنند، به خاطر از اینکه استفاده کردن از این قرصها خالی از ضرر نیست. بگذارن اجازه بدن که عذر شرعیشان به صورت طبیعیش البته ادامه پیدا بکنه. بینان جایز است، جواز داره، اما افضل و بهتری است که از این استفاده نشود، چون گناهگار نیستن، مقصر نیستن. وقتی که رمضان ختم شد، بعد از رمضان قضای روزهای خود را بگیر. تشکر استاد. استاد یک خواهر دیگه ما یک سوال کرده به عنوان آخرین سوال، میگه که در ماه مبارک رمضان از روز اول ماه مبارک رمضان تقریبا یعنی تا ده مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان عذر شرعی است و بعد از در روز هم دوام پیدا میکنه، با روزه گرفتن از این درست است یا خیر؟ اگر خانمی که عذر شرعی از او مطابق مذهب امام سیابانیفه رحمه الله که حد اقلش 3 روز است و حد اکثرش 10 روز است، اگر خانمی که عادت ماهواری از این بیشتر از 10 روز ادامه پیدا بکنه، تا 10 روز از این عادت ماهواری حساب میکنه که نه روزه میگیره، نه نماز میخونه، نه طواف میکنه، نه اعتکاف در مسجد مینشینه و نه قرآن کریم لمس میکنه. اما وقتی که از 10 روز بیشتر شد، این در اصطلاح دین استحاضه میگن، یک نوع مریضی است که خواهر ما به دکتر مراجعه بکنه. بناهن ای بعد از روز دهم روزه خود را بگیره، نمازهای خود را بخونه. البته این خانم چون که مشکل داره و هر برای هر نمازی یک وضوی تازه بگیره، برای هر نماز یک وضوی تازه بگیره، وضو بگیره و نمازهای خود را بخونه و روزه خود را بگیره، به خاطر از اینکه این در حکم عادت ماهوار یا عذر شرعیش نیست، بلکه عذر شرعیش در روز است. تشکر استاد محترم از حضورتان در این برنامه. بیندگان محترم، این بود برنامه ما که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، الله نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.